احتمالاً حتما دلیلی داشت. عشق. الیلا به شکلی غیرمنتظره عاشق شد. عاشق مردی که اصلاً فکرش را هم نمی‌کرد و به هیچ وجه انتظارش را نداشت. آن دو نه در یک شهر زندگی می‌کردند و نه حتی در یک قاره. حتی اگر هزاران کیلومتر فاصله میانشان را در نظر نگیریم، شخصیت‌هایشان هم خیلی با هم فرق می‌کرد. انگار یکی شب بود و دیگری روز. طرز زندگیشان هم زمین تا آسمان فرق داشت. بینشان پرتگاهی عمیق بود. اینکه دو نفر که در وضعیت عادی به سختی می‌توانستند یکدیگر را تحمل کنند، اینطور در آتش عشق بسوزند، پدیده ای غیر منتظره بود. اما پیش آمد و چنان سریع پیش آمد که الیلا حتی نفهمید چه بر سرش می آید تا بتواند از خودش محافظت کند. البته اگر آدم بتواند از خودش در برابر عشق محافظت کند. عشق یک باره از غیب مثل تک سنگی در بکه راکد زندگی الیلا افتاد و او را لرزاند، تکان داد و زندگیش را زیر و زبر کرد. بوستون، 17 می 2008. یکی از روزهای خوش و ملایم بهاری بود که این داستان عجیب شروع شد. سالها بعد که الیلا برمیگشت و به گذشته مینگریست، لحظه شروع را آنقدر در ذهنش تکرار میکرد که همه چیز به نظرش نه مثل خاطره ای دور، بلکه مثل صحنه تئاتری می رسید که در گوشه ای از کائنات هنوز هم ادامه دارد. زمان بعد از ظهر یکی از شنبه های ماه مه. مکان آشپزخانه خانه شان. همه اعضای خانواده دور هم نشسته بودند و غذا می خوردند. شوهرش داشت بشقابش را با غذای مورد علاقهش ران سرخ شده مرغ پر می کرد. از دو قلوها ایوی قاشق و چنگالش را موازی هم در دست گرفته بود و صداهایی از خودش در می آورد که انگار دارد طبلی خیالی می نوازد. خواهرش اورلی هم برای آنکه با رژیم جدیدش روزانه حد اکثر 650 کالری سازگار شود، مشغول محاسبه لقمه هایی بود که می توانست بخورد. دختر بزرگش جانت تکه اینان در دست گرفته بود و با حالتی متفکرانه پنیر خامه ای رویش می مالید. علاوه بر اعضای خانواده، عمه استر هم پشت میز نشسته بود. سری به آنها زده بود تا کیک کاکائویی موزاییکی را که خودش پخته بود برایشان بیاورد و زود برود. اما نتوانسته بود در مقابل اصرارشان مقاومت کند و برای نهار مانده بود. الیلا با آنکه پس از نهار کلی کار داشت، دلش نمی آمد که از پشت میز بلند شود. این اواخر کمتر پیش می آمد همه اعضای خانواده اینطور دور هم جمع باشند. فرصت خوبی بود و او امید داشت همه جو را گرم بکنند. دیوید یک دفعه گفت: عمه استر، الیلا مژده را بهت داده یا نه؟ زنم کار فوق‌العاده‌ای پیدا کرده، خبر داری؟ آن هم پس از این همه سال. الیلا در دانشگاه زبان و ادبیات انگلیسی تحصیل کرده بود. با آنکه ادبیات را دوست داشت، بعد از فارغ التحصیلی به طور منظم هیچ جا مشغول کار نشده بود. فقط برای چند مجله زنان کارهای جزئی ویراستاری انجام داده بود. عضو بعضی کلوب‌های کتابخانه شده بود و هرازگاهی هم برای روزنامه‌های محلی نقد کتاب نوشته بود. همین و بس. با آنکه زمانی دلش می‌خواست منتقد سرشناس کتاب بشود، اما روی این خواستش گرد زمان نشسته بود. این واقعیت را پذیرفته بود که سیلاب زندگی او را به سمت و سوی کاملاً متفاوت کشانده است. آخر سر نه منتقد مشهور ادبی، بلکه زن خانه‌دار وسواسی شده بود با کلی کار خانه و مسئولیت‌های خانوادگی که علاوه بر همه اینها
با 3 تا بچه هم باید سر و کله میزد. البته خیلی هم ناراضی نبود. مادر بودن، همسر بودن، رسیدگی به سایه، سر و سامان دادن به امور خانه، آشپزخانه، باغچه، خرید، شستن رختها، اتو کشی، یعنی در زندگی به اندازه کافی سرگرمی داشت. مگر همین ها بس نبود که حالا بیاید برای قاپیدن نان از دهان شیر خودش را به درد سر بیاندازد. با آنکه همکلاسی هایش در دانشگاه اسمیت که پر از فمینیست بود از انتخاب اللا خیلی خوششان نمی آمد، او اهمیتی نمی داد. سالهای سال از اینکه مادر، همسر و خانم خانداری پایبند خانه و خانواده باشد، کوچکترین ناراحتی حس نکرده بود. البته خوب بودن وضع مالیشان باعث شده بود که احساس نیاز به کار پیدا نکند. اللا از این بابت سپاسگزار زندگی بود. هرچه باشد علاقهش به ادبیات را از توی خانهش هم میتوانست پیگیری کند. تازه عشقش به مطالعه هم کم نشده بود. هنوز هم کرم کتاب بود، یا اینکه دلش میخواست فکر کند اینطور است. اما روزی رسید بچه ها عاقل و بالغ شدند و خیلی واضح نشان دادند که دیگر دوست ندارند مادرشان در هر کاری دستشان را بگیرد. اللا هم که دید اوقات فراغت زیادی دارد، بالاخره تصمیم گرفت کاری برای خودش دست و پا کند. با آنکه شوهرش او را تشویق کرد و مدام در این باره صحبت می کردند و منتظر فرصت بودند، ولی قرار نبود اللا به این راحتی ها کار پیدا کند. کارفرماهایی که برای کار به آنها مراجعه کرده بود یا دنبال آدمی جوانتر می گشتند یا آدمی با تجربه تر. اللا که مدام به در بسته می خورد، غرورش جریحه دار شد و عطای کار را به لقایش بخشید. با این حال در ماه مه سال 2008 تمام موانعی که این همه سال در برابر کار پیدا کردنش ردیف شده بود به شکلی غیر منتظره از میان رفت. چند هفته پیش از آن که به 40 سالگی پا بگذارد، پیشنهاد جالب توجهی از یکی از ناشران بستان دریافت کرد. در اصل کسی هم که کار را برایش پیدا کرده بود شوهرش بود. یکی از مشتریهایش واسطه شده بود، شاید هم یکی از مترسهایش. اللا فوراً شروع کرد به توضیح دادن. نه بابا، همچون کاری هم نیست. توی یک مؤسسه انتشاراتی دستیار ویراستار ادبی هستم. سر و تهش همینه، یعنی نوکر ما چاکری داشت. اما به نظر نمی رسید دیوید اجازه بدهد زنش کار جدید را تحقیر کند. پرید وسط. عزیزم، برای چی این حرف رو می زنی؟ خب این رو هم بگو که چه مؤسسه انتشاراتی معتبری است. دیوید با آرنجش به اللا زد، اما دید صدا از زنش در نمی آید. برای همین در حالی که با ذوق و شوق سرتکان می داد، حرفهای خودش را تایید کرد. انتشاراتی خیلی مشهور و معتبری است عمه استر، از بهترین ناشران کشور، و خوب است بقیه دستیارها را ببینی، همهشان جوانند، همهشان فارغ التحصیل دانشگاه های اسم و رسم دارند. بینشان حتی یه نفر هم نیست که مثل اللا این همه سال خانه‌داری کرده باشد و بعد دوباره مشغول کار شده باشد. ببین چه زنیست، مگر نه؟ اللا تکان مختصری به خودش داد و شانه هایش را صاف کرد. تبسمی ساختگی بر لبانش نشست. کنجکاو شده بود بداند چرا شوهرش این همه دست و پا می زند. آیا می‌خواست همه سال‌هایی را تلافی بکند که نگذاشته او کار کند؟ یا اینکه چون به او خیانت کرده بود احساس پشیمانی می‌کرد و می‌خواست به این ترتیب رابطه‌شان را دوباره گرم کند؟ کدام یکی بود؟ راستش توضیح دیگری به ذهنش نمی‌رسید. اینطور با اشتیاق و ذوق و شوق حرف زدن دیوید توضیح دیگری نداشت. دیوید تعریف‌هایش را ادامه داد. آدم چشم و دل سیر به این میگویند. همه امان به وجود اللای عزیزم افتخار میکنیم. هم استر با صدایی تأثیرگذار وارد صحبت شد. همینطور است. اللای عزیز لنگه ندارد. همیشه همینطور بوده.
اللا انگار از پشت میز بلند شده و به سفر آخرت رفته بود و او داشت با غم و اندوه یادش را گرامی می داشت. همه آنهایی که پشت میز نشسته بودند بدون استثنا مهربانانه به اللا نگاه کردند. طوری شده بود که ایوی هم گوشه و کنایه زدن را کنار گذاشته بود و اورلی هم توانسته بود برای یک بار هم که شده به چیزی غیر از ظاهر خودش توجه کند. اللا کوشید از این لحظه سرشار از محبت لذت ببرد، اما نتوانست. نوعی دلزدگی بیتاقتی از درونش می جوشید. علتش را نمی دانست. کاش یکی پیدا می شد و این موضوع نچسب صحبت را عوض می کرد. دوست نداشت در مرکز توجه باشد. درست همان لحظه دختر بزرگش جانت انگار که دعای بی صدایش را شنیده باشد یک دفعه قاطی صحبت شد. من هم خبری برایتان دارم. مژدگانی می خواهم. همه سرها به طرف جانت چرخید. کنجکاوانه سراپا گوش منتظر ادامه حرفش شدند. جانت یک دفعه گفت: اسکات و من تصمیم گرفته ایم ازدواج کنیم. خب حالا می دانم چه می خواهید بگویید. هنوز دانشگاهتان تمام نشده، حالا صبر کنید، چه عجله‌ای دارید، هنوز جوانید و غیره و غیره. اما تو رو به خدا درک بکنید، هر دوی ما برای برداشتن این قدم بزرگ آماده ایم. سکوتی غریب بر میز آشپزخانه حاکم شد.